سرخط خبرها. پیام رهبر امارت اسلامی به مناسبت عید سعید فطر. هبت الله آخوندزاده در پیام عیدیش خواهان روابط نیک با جهان شده است. پیام عیدی که جایگاه سنت را در نظام اسلامی داره برش پرداخته شده، ولی تحصیل که حکم خداونده است برش پرداخته نشده. ادعاها مبنی بر تولید شیشه در افغانستان. هفته‌نامه شنبه استرالیا گفته که حکومت کنونی افغانستان تمرکز ویژه‌ای بر تولید شیشه به جای هیروئین دارد. فرمای دار رد میکنه مواد مخدر هر گونه که باشه در افغانستان تولیدش ممنوع است و همچنان مبارزه علیه تمام انواع آن جریان دارد. ادامه فعالیت حزب اسلامی با وجود ممنوعیت امارت اسلامی. حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار با فعالیت های در کشور ادامه داده است. وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می داند و هشدار می دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد. برنامه ریزی برای حمله تلافی جویانه به اسرائیل. مقام های اسرائیل و ایالات متحده می گویند جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای حمله تلافی جویانه به اسرائیل است. سلام، امروز شنبه 18 عمل سال 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 6 اپریل 2024 میلادی. با مجموعه خبری این ساعت با من بنظیر بکتاش خوش آمدید. هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در پیام از بحر فرارسیدن عید سعید فطر تاکید کرده که کابل خواهان روابط نیک با تمام کشورهای جهان است. رهبر امارت اسلامی در این پیام از کشورها خواسته که اراده نیک امارت اسلامی را بدید شک نبینند و با آنها نیز روابط نیک را در پیش گیرند. رهبر امارت اسلامی هرچند از بازگشایی مکتبها و دانشگاه ها چیزی نگفته است، اما افزوده که وزارت معارف در زمینه آموزش های دینی و عصری تلاش های را انجام داده است. پیام رهبر امارت اسلامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر. مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در پیام به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر گفته است که امارت اسلامی خواستار گسترش روابط حسنه با تمام کشورهای جهان است. رهبر امارت اسلامی هرچند از بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها چیزی نگفته است، اما افزوده که وزارت معارف در زمینه آموزش‌های دینی و عصری تلاش‌هایی را انجام داده است. وزارت معارف برای آموزش‌های دینی و عصری در تمام ولایات و ولسوالی‌ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است به منظور آموزش، تعلیم و کفالت بهتر تمام یتیمان. دارالیتام‌ها در هر ولایت و شمار از ولسوالی‌ها ایجاد شده است. پیام عیدی که جایگاه سنت را در نظام اسلامی داره برش پرداخته شده، ولی تحصیل که حکم خداونده است برش پرداخته نشده. رهبر امارت اسلامی در این پیام بر مسائل همچون مساعدت با فقرا، امنیت، آموزش و پرورش، اقتصاد، مبارزه با مواد مخدر، برخورد با همه در چوکات شریعت اسلامی و موضوع فلسطین نیز اشاره کرده است. هفته‌نامه شنبه استرالیا در مقاله نوشته است که حکومت کنونی افغانستان تمرکز ویژه‌ای بر تولید شیشه به جای هیروئین دارد و بخش عمده از این مواد از آدرس افغانستان به بازارهای مواد مخدر استرالیا میرسد و پیامد قابل توجه به این کشور دارد. در این گزارش آمده است که تولید فروش شیشه در افغانستان به حکومت این کشور این امکان را میدهد تا حکومتشان را از این را تامین مالی کنند. اما امارت اسلامی
این ادعا را تکذیب کرده و افزوده اند که تولید مواد مخدر در کشور ممنوع است. تولید شیشه در افغانستان یافته هایی از گزارش رسانه استرالیایی. هفته‌نامه استرالیایی ستردی پیپر در مقاله نوشته است که حکومت کنونی افغانستان تمرکز ویژه بر تولید شیشه به جای هیروئین دارد و بخش عمده ای از این مواد از آدرس افغانستان به بازارهای مواد مخدر استرالیا می رسد و پیامد قابل توجهی به این کشور دارد. در این گزارش آمده است که تولید و فروش شیشه در افغانستان به حکومت این کشور این امکان را می دهد تا حکومتشان را از این راه تامین مالی کنند. در افغانستان طالبان تمرکز خود را از تولید هیروئین به متامفتامین تغییر داده است که پیامدهای قابل توجهی برای بازار مواد مخدر در استرالیا دارد. این هفته‌نامه نوشته که در حالی که امارت اسلامی در سال 2022 فرمان ممنوعیت کشت خشخاش را صادر کرد، اما این دستور طی یک سال عملی نشد و تولید کنندگان مواد مخدر زمان زیادی برای افزایش تولید و ذخیره داشتند. امارت اسلامی اما این ادعا را تکذیب کرده و افزودند که تولید مواد مخدر در کشور را ممنوع قرار دادند و تلاش ها برای نابودی این پدیده در کشور جریان دارد. تشکر، سلامت باشید. ما ادعا را رد میکنیم. مواد مخدر هر گونه که باشد در افغانستان تولیدش ممنوع است و همچنان مبارزه علیه تمام انواع آن جریان دارد. نه خشخاش کشت میشه، نه شیشه جوجور میشه و نه موادی که برای شیشه استفاده میشه در افغانستان تولید میشه یا پیدا میشه. هر صورت چیزی که از بیرون هم وارد میشه ما او رو جلوش میگیریم. علی قاچاق هم تمام نیروی ما مصروف کار است و همچنان انشالله مبارزه ما در راستا مجانب است. این در حال است که قبل از این سخنگوی وزارت داخلی کشور گفته بود که مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد، اما مخدر صنعتی از برخی کشورهای همسایه و خارجی وارد افغانستان می شود. همزمان با غیرقانونی خوانده شدن فعالیت احزاب از سوی وزارت عدلیه امارت اسلامی، تصاویر از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که رهبر این حزب را در حال پذیرایی مهمانهایش زیر پرچم حزب اسلامی نشان می دهد. این در حال است که وزارت عدلیه در اعلامیه فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی را در افغانستان غیرقانونی خوانده و عنوان کرد که با متخلفان برخورد قانونی و شرعی صورت خواهد گرفت. هشدار امارت اسلامی به احزاب سیاسی در افغانستان. وزارت عدلیه در اعلامیه فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان را ممنوع اعلام کرده و گفته که هر نوع فعالیت سیاسی زیر عنوان حزب غیر قانونی است. این وزارت هشدار می‌دهد که هر حزب این دستور را نادیده بگیرد و فعالیت سیاسی داشته باشد، با آن حزب برخورد قانونی و شرعی صورت خواهد گرفت. بر بنیاد گفته‌های این وزارت، اداره ثبت احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را نیز لغو کردند و حتی نهادهای اجتماعی بر اساس این دستور اجازه فعالیت نخواهند داشت. در این اواخر برخی مسئولان احزاب سیاسی که در اداره گذشته ثبت وزارت عدلیه بودند، اقدام به موضع‌گیری ها کرده و حرکاتی را از آدرس احزاب لغوه شده خیش انجام دادند. وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیر قانونی می داند و هشدار می دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد. همزمان با غیر قانونی خوانده شدن احزاب سیاسی از سوی امارت اسلامی، تصاویری از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که رهبر این حزب را در حال پذیرایی مهمان‌هایش زیر پرچم حزب اسلامی نشان می‌دهد. آگاهان هم موجودیت احزاب سیاسی را نیاز می‌دانند. لغو یا مزدود کردن یا مانع فعالیت‌های احزاب سیاسی در کل در کشوری منطقی و درست نیستم، چون در تمام جهان تمام کشورها مروج است. خود افغانستان تاریخ سابقه تاریخی دارند احزاب سیاسی، معمولا به خاطر خدمت برای ملت و جامعه می باشد و همچنان در پیشرفت کشور و باعث اپوزیسیون در اصلاحات نظام همیشه رول مثبت خوب داشتند. این در حالی است که برای کار آمدن امارت اسلامی همه فعالیت های سیاسی زیر نام احزاب غیر قانونی اعلام شد، موردی که انتقادهای را نیز به امرا داشت.
مرکز خبرنگاران افغانستان 5 خبرنگار را به گونه مشترک به عنوان خبرنگاران سال معرفی کرد. طاهر احمدی از رسانه رخشانه، فرید الله محمدی، میترا محمدی و نصیر احمد صالحی از طلوع نیوز و امین کاوه از رسانه روزنامه 8 صبح برندگان امسال این جایزه اند. این مرکز حامی رسانه ها و خبرنگاران در برنامه در بروکسل بلژیم اسلامی اسامی برندگان جایزه خبرنگار سال را اعلام کرده. احمد قریشی رئیس اجرایی این مرکز گفته است که در این رقابت بیش از 40 رسانه ملی و محلی شرکت کرده اند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران با شماری از مسئولان و نمایندگان نهادهای امدادرسان ترکی در افغانستان دیدار کرده است. ارگ در برگه اکس خود نوشته که مسئولان این نهادها در هماهنگی با اداره ها در زمینه اعمار مدرسه، فراهمسازی فرصت‌های کاری مناسب برای بانوان بی‌سرپرست و بدیل کشت خشخاش همکاری می‌نمایند. آقای کبیر از فعالیت نهادهای مددرسان در افغانستان اظهار خرسندی نموده و نیز گفته که شهروندان افغانستان در موارد گوناگون به کمک نیازمند هستند. دور معاون سیاسی رئیس وزیران با شماری از امدادرسان ترکی. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران با شماری از مسئولین و نمایندگان نهادهای امدادرسان ترکی در افغانستان دیدار کرده است. ارک با صدور بیانیه در اکس خود گفته که در این دیدار مسئولان این نهادها در هماهنگی با اداره های حکومتی ضمن اعمار مساجد و مدارس، فراهمسازی و فرصت های کاری مناسب برای بانوان بی سرپرست، کشت بدیل کوکنار، تداعی معتادان با مواد مخدر و در زمینه های دیگر به شهروندان افغانستان کمک می کنند. معاون سیاسی رئیس وزیران با اشاره به کمک به افغان ها در برخی زمینه ها گفت که به خاطر نابسامانی ها در چند دهه گذشته افغان ها در بخش های مختلف و کمک ضرورت دارند. در اخیر وای ترکیه را دوست افغانستان یاد کرد و ضمناً تاکید بر روابط مثبت میان دو کشور کمک های ترکیه به افغانستان را مهم خواند. آقای کبیر از فعالیت نهادهای مددرسان در افغانستان اظهار خرسندی نمود و نیز گفت که شهروندان افغانستان در موارد گوناگون به کمک نیازمند هستند. کشور ترکیه دوست دیرینه افغانستان است و همچنان در رابطه به کشت بدیل کوکنار و ارتقای ظرفیت های بانوان در عرصه های پیشبرد کارهای صنعتی بسیار مهم و ارزنده تلقی میشه. امید است که امارت اسلامی زمینه های بیشتر کمک رسانی نهادهای ترکی و نهادهای بین المللی در افغانستان مساعد بسازه که مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی دچار مشکل فراوان است که یک اندازه مشکلات مردم افغانستان از همین طریق راه حل پیدا بکنه. تشکر. آقای کبیر در این دیدار نیز افزوده که با تحکیم امنیت در افغانستان زمینه خوبی برای فعالیت‌های مددرسانی و سرمایه‌گذاری فراهم شده است. مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی میگویند که هیئت مسلکی ریاست باستانشناسی این وزارت 6 ساحه باستانی را در ولایت لوگر کشف و ثبت کرده است. این وزارت همچنان افزوده که 19 قلعه و 4 آبده تاریخی را نیز در این ولایت کشف و ثبت کرده است. به گفته مسئولان در این وزارت این آبدات تاریخی متعلق به دوره اسلامی و قبل از اسلام میباشد که در شهر پل علم و ولسوالی های دیگر لوگر کشف شده است. این در حال است که امارت اسلامی همواره از تلاش ها برای حفظ و پاسداری از بازمانده های تاریخی در کشور اطمینان داده است. سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده است. بر بنیاد خبرنامه این سازمان طرح اخراج مهاجران افغان از پاکستان قوانین بشری و سازمان پناهندگان را نقض و زندگی تمام مهاجران افغان را با تهدید مواجه کرده است. این در حال است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در گزارش گفته که مهاجران برگشته از پاکستان بیش از 600 هزار تن گفته است. انتقاد جهانی از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان.
سازمان عفو بین الملل در صفحه یک خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده است. بر بنیاد خبرنامه سازمان عفو بین الملل، طرح اخراج مهاجران افغان از پاکستان قوانین بشری را نقض و زندگی تمام مهاجران افغان را با تهدید مواجه کرده است. طرح اخراج اجباری اتباع خارجی غیر قانونی پاکستان با قوانین حقوق بشر بین المللی پناهندگان نقض می کند و جان همه پناهجویان افغان را به خطر می اندازد. تا کنون کشور پاکستان بیشتر از 535,000 از هموطنان عزیز ما رو به طور ناعادلانه از کشور پاکستان به افغانستان فرستاده که اکثر مهاجرینی که فعلا در افغانستان هم مشکلات بزرگی را سر دلایشان میباشه، نبودن سرپناه، اشتغال زایی، کار و تحصیلات و نبودن کادر صحی و درمانی. کشور پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجرین رو روی دست گرفته که میتونه ناهنگام به تعداد زیادی از مهاجرین رو به افغانستان بفرسته و مهاجرین با نداشتن راه حل بهتری برای ادامه زندگی در پاکستان و مشکلات جدی برخورد کنه. همزمان با این، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان در گزارش گفته که مهاجران برگشته از پاکستان بیش از 600,000 تن هست. آگاهان اما به این باورند که سازمان های بین المللی ضمن واکنش به اخراج اجباری مهاجران باید در راستای توقف اخراج اجباری مهاجران گام های عملی نیز بردارند. سازمان های بین المللی در کنار حمایت کلامی باید با گفتمان های دیپلماتیکی برای جلوگیری از اخراج های اجباری مهاجرین از پاکستان گام های عملی بردارند. گفتنیست که قبل از این نیز اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان با واکنش های تند جهانی مواجه بوده، اما حکومت پاکستان ظاهراً به خواست های جهان توجه ندارد. چند خبری از جهان؟ مقام های اسرائیل و ایالات متحده می گویند جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای حمله تلافی جویانه به اسرائیل در پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری خود در دمشق است. رسانه های پاکستانی بر بنیاد یافته های گاردین گزارش داده اند که از سال 2020 تا اکنون دست کم 20 تن به گونه مرموز در این کشور به قتل رسیده اند و این رسانه ها نوشته اند که این قتل ها بعد دستور عوام استخباراتی هند صورت گرفته است. هند پیش از این دست داشتن در چنین قتل‌ها را رد کرده است. و آنتونیو گوتروش دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد کشته شدن 196 امدادگر در جنگ اسرائیل با حماس در غزه شده اند. جزئیات بیشتر با احمد شاه شکوهمند. مقام های اسرائیل و ایالات متحده می گویند جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای حمله تلافی جویانه به اسرائیل در پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری خود در دمشق است. با گزارش سی بی اس نیوز، اطلاعات ایالات متحده نشان می دهد که جمهوری اسلامی در حال آماده سازی شمار زیادی از پهپادهای شاهد و موشک های کروز برای حمله به مواضع اسرائیل است. این گزارش می افزاید زمان و هدف حمله احتمالی ایران به منافع اسرائیل هنوز مشخص نیست، اما احتمال دارد که این حمله تا پایان ماه رمضان و از عراق، سوریه یا خاک ایران انجام شود و یک منطقه دیپلماتیک اسرائیل در منطقه را هدف بگیرد. اسرائیل در روزهای گذشته به مقر نیروهای سپاه قدس در ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق حمله کرد که طی آن دست کم 6 نفر از فرماندهان سپاه کشته شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان هشدار داد که اسرائیل نمیتواند از عواقب ترور نیروهای سپاه بگریزد. در همین حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در واکنش به این اقدام گفته بود: اسرائیل به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوت الهی. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل حمایت آمریکا از اسرائیل در برابر تهدیدات حکومت ایران را اعلام کرد. اما با این وجود دولتش تأکید کرده که ایالات متحده از این حمله بی اطلاع بوده و نسبت به احتمال حمله جمهوری اسلامی به منافع ایالات متحده به سران ایران هشدار داده است. رسانه های پاکستانی بر بنیاد یافته های گاردین گزارش داده اند که از سال 2020 تا کنون دست کم 20 تن به گونه مرموز در این کشور به قتل رسیده اند. این رسانه ها نوشته اند که این قتل ها به دستور عوامل استخباراتی هند صورت گرفته است. هند اما پیش از این دست داشتن در چنین قتل ها را رد کرده است.
در حمله روسیه به شهر خارکیف اوکراین 6 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بر بنیاد گزارش روی ترس پلیس اوکراین اعلام کرده که این حمله توسط هواپیماهای بدون سرنشین انجام شده است. شهردار خارکیف در پیامی در تلگرام گفته است در نتیجه این حمله ها 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشته اند. با تخریب بخشی از یک دیوار چند هزار نفر در منطقه اورال روسیه ناگزیر به تخلیه خانه هایشان شده اند. این سد در نزدیکی یک شهر کوهستانی واقع شده است. به گفته مقام ها تجهیزات سنگین برای تحکیم این سد به کار گرفته شده بود. به گفته مقام های محلی احتمال دارد که حدود 10,000 نفر در منطقه سیل زده باشند و تا 4,000 خانه گرفتار سیلاب شوند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد کشته شدن 196 امدادگر در جنگ اسرائیل با حماس در غزه شده است. آنتونیو گوترش گفت دولت اسرائیل به اشتباهات خود اعتراف کرده است، اما مشکل اساسی این نیست که چه کسی این اشتباهات را مرتکب شده است، بلکه استراتژی و رویه های نظامی موجود است که اجازه می دهد این اشتباهات بارها و بارها چند برابر شوند. او بدون اشاره به اینکه چه کسی باید این تحقیقات را انجام دهد گفت رفع این شکست ها نیازمند بررسی های مستقل و تغییرات معنادار و قابل اندازه گیری در محل است. این در حالی است که روز جمعه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل درباره قحطی قریب الوقوع در غزه و حملات به امدادگران تشکیل جلسه داده بود. خشم جهانی از بحران انسانی در غزه پس از کشته شدن 7 امدادگر یک سازمان خیریه آمریکایی در حملات هوایی اسرائیل تشدید شده است. ارتش اسرائیل اما اعلام کرد که تحقیقاتش در مورد حمله به کاروان کمک رسانی سازمان خیریه آمریکایی اشتباهات جدی و نقض رویه ها را نشان داده است. از توجه و همراهیتان تشکر. در ادامه با یک باشید. خدا نگهدار.